من چیکار میتونم بکنم یه کاری کنم یه پیه بیاد حالا این مقدار رو بگیره؟ حالا اگه من اینجا یه بیار داشتم و از این پیه چند تا داشتم، مثلا کنترل دی کنترل دی اینا آلت اف دو بزنم، میبینید فقط یه دونش میگیره، درسته؟ خب یعنی دقیقاً بعدیش من در واقع اومد اولیش رو اومد به علاوه رو که داره میذاره دقیقاً اولیش میگیره. حالا من اگه بیام یه بیار قرار بدم چی میشه؟ اینم از بین میره، چرا؟ چون تگ در واقع اومد این سازمان رو یا این چیزی که وجود داره، این پلاسی که ما گذاشتیم اومد از بین میره. خب یه دستور دیگه داره، یا حالا یه نماد دیگه داره به نام تیلدا. تیلده هم میگن ها، من تیلدا میگم، حالا اکسنت فارسی خودمون دارم، تیلده اصطلاحا. خب یا مد خودمون، مد خودمون. این یعنی چی؟ یعنی دارم میگم که ببین سیکشن هر چی پی هستش بعد خودت بیاد این چی بشه؟ این مقدار رو بگیره. نماشه هر چی پی هستش بیاد این مقدار رو بگیره. اصلا آقا این هم یه ترفند خیلی خوبه. اینا تو CSS3 خیلی پرکار بردن. حالا خود حالا بریم جلوتر میبینیم. مثلا اگه بخوام پلاگین بنویسید دیگه جیکوئری نمیخوای استفاده کنی، جاوا اسکریپت استفاده کنی، از همینا میتونی استفاده کنی برای اینکه یه حالت کلیک مانند، یه حالت قلابی کلیک مانند رو درست بکنی. حالا اینا رو میخوایم بررسی بکنیم. پس این تیلده میتونه کمک بکنه برگردیم بگیم که هرچی پی هستش بعد انتی چایلد وان بیاد این اتفاق براش بیفته. ما میتونیم اینجا یه مارجین هم بذاریم، یه مارجین مثلا 10 پیکسل رو همش بدیم به این شکل که اینا از هم دیگه فاصله بگیرن. خب میتونم محدودش بکنم، مثلا برگردم بگم که پی آی که اصطلاحاً کلاس دارم به نام تست. خب بیام اینجا برگردم بگم ببین انتی چایلدی که یک هستش بعدش هر چی پی هستش که کلاس تست داره. خب یه دونهشون کلاس تست داشت، میبینی فقط این اومد گره. به این شکل هم اومدیم تونستیم پیادش بکنیم. خب به این شکل هم پیاده شد، یا این هم به همین شکل. بیا مثلا بزنیم برش کلاس تست، این هم بیاد پیادش دو کن. خب این هم به این شکل هم اومدیم تونستیم پیاده سازیش بکنیم و استفاده میشه. حالا آیا میشه هاور اینا گذاشت؟ حالا من میسپارم به عنوان تمرین به خودتون، اینو میتونیم بیایم کپی کنیم. آیا میشه برای این هاور گذاشت؟ بیم تست بکنیم این اصلا قابلیت داره همچه چیزی یا خیر. بیم بگیم دیگه هاور رو میدونی سود کلاس میشن دیگه. بیم برگرد مثلا بگیم بکگراند کالرت، مثلا بکگراند کالرت بیاد بشه چون میدونم مثلا سبز. تست میگیریم ببینید که قشنگ میشه روش پیاده کنید. ببینید هر چیزی رو تو CSS بخواید باید بتونید پیادهش بکنید با همین ترفندی که بلدید. دیگه نیازی به کلاس و دیتا پراپرتی و آیدی و اینها نیستش. قشنگ ها کن با همین انتی چایلد شما میتونید کل یه وبسایتتون صرف تا صدش رو پیاده بکنید. یعنی اصلا نیازی نیستش به کلاس تعریف کردن، نیاز به دیتا پراپرتی، آیدی اینا نیست. همه رو من میام به همین شکل شروع میکنم. خیلی هم سایتمون قشنگ میشه. سایت خیلی تکنیکال تر میشه اصطلاحاً، تکنیکش خیلی بالاتر. خب خیلی ها استفاده رو مثلا فکر نکنم به اون صورت کسی بیاد تو طراحی وبسایتش استفاده بکنه چون گیجش میکنه یا نمیتونه هندلش بکنه یا نمیتونه حلش بکنه قضیه رو. ولی خب اگه از این رو استفاده بکنید و پیاده بکنید سایتتون رو خیلی ارزشمندتر، چون هم چیزش میاد پایین‌تر، در واقع فضایی که اشغال میکنه تو رم میاد پایین‌تر و هم سرعتش بالاتر. خب ولی دیگه ترانزیشن هم میتونید بزنید دیگه. اینجا ترانزیشن مثلا آل نیم ثانیه مثلا اینجا بزنید و به این شکل هم بیاد براتون قرار بگیره. خب اینم این مقدار. چرا اینو گفتم؟ الان میخوایم با یه سودی کلاسی که هفته پیش آشنا شدیم، فرست چایلد، لاست چایلد، فرست آف تایپ و لاست آف تایپ و انتی چایلد و همینا رو گفتم، همینا بود. میخوایم با یه چیزی که آشنا بشیم به نام چکت. با یه چیزی آشنا بشیم به نام چکت که خیلی خوبه و میتونیم ازش استفاده کنیم. میخوایم یاد بگیریم.